بله من خودم گناهکار میدونم به خاطر اینکه من نباید اینجوری یه تصمیم احمقانه میگردم یا حتی اصلا نباید ایشون رو ملاقات میکردم یا حتی نباید ایشون پیامک میزدم. من باید همون روش زندگی خودم در پیش میگرفتم. الان سر خونه زندگی خودم. علیرضا چی شد بعد این همه سال که شما داشت ضربه خوردی، به قول خودتون عاشقش بودی، ضربه عشق خوردی، بعد 16 سال الیلا پیداش میشه و شما تصمیم میگیری کمک کنیش، کسی که نفرینش کرده بودی؟ ببین من اون موقعی که نفرینش کردم یک سال بعد نفرینم پس گرفتم. روز 28 بهمن 1395، تقریبا 7 سال پیش، توی بزرگراه آزادگان در جنوب تهران، مردی به نام مرتضی، یه مرد جوان، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. دو گلوله که از یه تفنگ شکاری شلیک شده بودن و با اینکه گلوله ها به صورت و پهلوی اون برخورد کرده بودن، اما باز هنوز زنده بود تا اینکه اورژانس رسید و اون رو به بیمارستان منتقل کرد، ولی خب متاسفانه به دلیل عمق جراحات و خونریزی شدیدی که داشت توی بیمارستان از دنیا رفت. من علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز با یک پرونده بسیار عجیب از کشور خودمون. با من همراه باشید تا جزئیاتش رو براتون تعریف کنم. ماموران پلیس زمانی که از این ماجرا مطلع شدن، سری خودشون رو به بیمارستان رسوندن، جایی که مضروب منتقل شده بود. اما خب در اون لحظه اون فوت کرده بود. ولی همسرش المیرا، زنی که در محل حادثه حضور داشت، توی بیمارستان بود و گفت که تمام ماجرا رو برای پلیس‌ها تعریف می‌کنه. اون میگفت بعد از کلاسش در حال حرکت به سمت خونه‌شون بود که توی اتوبان آزادگان به ناگهان ماشینش دچار مشکل میشه. گویا که یکی از لاستیک‌های ماشینش پنچر شده بود و اون دیگه از راننده دیگه، از رهگذر دیگه کمک نگرفته بود، چون میدونست که شوهرش بهش حسابی حساس هست و به خاطر همین با شوهرش که توی ورامین کار میکرد تماس گرفته بود و گفته بود که بیا یه نگاهی به ماشین بنداز و خودت لاستیکش رو عوض کن. حدود 20 دقیقه طول میکشه تا مرتضی خودش رو به اتوبان آزادگان برسونه به جایی که ماشین پارک بود و اون لحظه بودش که وقتی صندوق عقب ماشینشون که یک پژو 206 بوده گویا داده بود بالا و داشت زاپاس ماشین رو در می آورد، به ناگهان یک فرد مسلح در کنار ماشینشون توقف کرده بود و باهاش درگیر شده بود و توی این درگیری دو گلوله به مرتضی شلیک میشه. در اون لحظه المیرا داخل ماشین بود، یعنی زمان تعویض لاستیک المیرا به داخل ماشین رفته بود و فرد مهاجم وقتی که میبینه ماشینای دیگه دارن حالا به درگیری اونا نگاه میکنن، صدای شلیک شنیده شده بود و چند نفری داشتن به سمت اونا میومدن، اسلحه رو همونجا انداخته بود و سوار ترک موتور شده بود و رفته بود. وقتی پلیس از المیرا میپرسه که آیا چهره فرد مهاجم رو دیدی یا نه، چون اون لحظه گفتم المیرا داخل ماشین نشسته بود، المیرا میگه من نتونستم اون رو زیاد ببینم، اما دیدم که با یک موتور اومده بود، دو نفر بودن و کلا کاسکت سرش بود و به دلیل همون پوشش سرش نتونسته بود چهرش رو ببینه و اطلاعات خاص دیگه‌ای به پلیس ها نداده بود. و از اونجایی هم که حالا از مرگ شوهرش حسابی شوکه شده بود، حال خوشی نداشت، مامورا دیگه زیاد ازش سوال و جواب نکردن و برای تحقیقات رفتن به سراغ کسانی که در لحظه رخ دادن حادثه در اونجا حضور داشتن. یکی از اون افراد یه مردی بودش، یه رانندهی بودش که میگفت اتفاقا در لحظه رخ دادن حادثه اونجا بوده و همه چیز رو هم به خوبی دیده و چیزهایی به پلیس گفت که اصلا ماجرا خیلی جالب شد. اون میگفت وقتی با ماشینش داشت از اونجا رد میشد، دیده بود که دو نفر با هم کنار اتوبان درگیر شدن که یه نفرشون با اسلحه بالای سر اون یکی ایستاده بود و شلیک هم کرده بود و وقتی بهشون نزدیک میشه، اون فردی که اسلحه به دست بود اسلحه رو انداخته بود و سوار موتور شده بود و رفته بودن و اون لحظه زنی هم بالای سر حالا فرد مضروب یعنی مرتضی ایستاده بود که همسرش المیرا بود و داشت با داد و بیداد و جیغ درخواست کمک میکرد.
اما چیزی که این وسط خیلی مبهم و البته عجیب بود این بودش که اون فرد میگفت شخص موتوری اصلا کلا کاسکتی به سر نداشته. این در حالی که المیرا توی همون سوال و جوابهای اولیه به ماموران پلیس گفته بود که فرد مهاجم کلاه کاسکت به سرش داشته. و این تنها به یک معنا میتونست باشه. به چه معنایی؟ به این معنا که المیرا نمیخواست هویت فرد زارب رو لو بده. میخواست هویت اون رو حفظ کنه. اما چرا؟ دلیل این کار المیرا چی میتونست باشه؟ خب ماموران پلیس حتی به سراغ ماشین اونم رفتن و عجیب این بودش که لاستیکی که المیرا ادعا میکرد پنچر شده بود اصلا پنچر نشده بود و کاملا مشخص بودش که شخصی به صورت عمدی باد اون لاستیک رو خالی کرده بود. خب دیگه کاملا واضح بودش که این زن داشت حقیقت ماجرا رو از ماموران پلیس پنهان میکرد. همین شد که ماموران پلیس در روز 29 بهمن به سراغ المیرا رفتن و اون رو بازداشت کردن. بازداشتش کردن و به آگاهی بردنش برای بازجویی. توی بازجویی اولیه المیرا خیلی سعی کرد که از در انکار در بیاد و شروع کرد به داستان سرایی و اصلا طور دیگه‌ای ماجرا رو تعریف کرد. ولی خب وقتی دید که دست ماموران پلیس پر هست و اینقدر از اون مدرک و شواهد توی دستشون دارن دیگه نتونسته بود مقاومت کنه و حقیقت ماجرا رو براشون تعریف کرده بود. حالا اجازه بدید بریم به گذشته این زوج، بریم به گذشته مرتضی و المیرا تا براتون تعریف کنم که اصلا این دو چی شد که همدیگر رو دیدن با هم ازدواج کردن، چون هنوز مدت زیادی هم از ازدواجشون نگذشته بود. 3 سال بود که اینا با هم ازدواج کرده بودن. و اصلا چی شد که مرتضی بعد از این مدت کوتاه توسط مرد دیگه‌ای، توسط شخص دیگه‌ای به قدر رسید؟ خب اگر بریم به 3 سال پیش، زمانی که مرتضی به خواستگاری المیرا اومد، اون زمان المیرا یه مقدار تردید داشت که با اون ازدواج کنه و دلیل تردیدش هم این بودش که مرتضی از یک خانواده از هم پاشیده، از خانواده میومد که پدرش معتاد بود، اعتیاد به مواد مخدر داشت، اونم به طرز خیلی سنگینی و میترسید که شوهر خودش، حالا شوهرش که نبود اون موقع، مرتضی در آینده اگر شوهرش شد خودش هم دچار این مشکل بشه. ولی از اون طرف مرتضی بهش این اطمینان خاطر رو داده بود که چون خودش حالا از یک خانواده اونطوری میاد، از یک خانواده میاد که توش کلی زجر و بدبختی کشیده، مطمئنن توی آینده سراغ مواد مخدر نمیره، اون رو میتونه خوشبختش کنه. ولی طبق اون مسئله قدیمی که میگن انگار از هر چی به ترسی سرت میاد، وقتی که المیرا بهش جواب مثبت داد و با هم ازدواج کردن، دقیقا بعد از یه مدت کوتاهی، هنوز به 1 سال نرسیده، خود مرتضی دچار اعتیاد شد، اونم به طرز وحشتناکی مثل پدرش. و همین اعتیاد مرتضی باعث شد که درگیری ها و مشکلات زیادی بین اون و همسرش ایجاد بشه. این درگیری ها گویا اونقدر زیاد بودش که در نهایت مادر خود مرتضی و خانواده المیرا اون رو مجابش میکنن که برای ترک اعتیاد به کمپ بره. مرتضی هم قبول میکنه، به کمپ رفته بود و مواد رو کنار گذاشته بود، ولی خب نه به صورت 100% و کامل. اون فقط سعی کرده بود که شیوه اعتیادش به مواد رو تغییر بده، از سنتی رفته بود به صنعتی و قرص مصرف میکرد. اون قرص هایی مثل متادون و ترامادول مصرف میکرده که بسیار روی اعصابش تأثیر گذاشته بود و اعصابش رو ضعیف کرده بود و مرتب توی خونه دنبال بهونه میگشت که سر یه چیز کوچیکی با المیرا دعوا کنه. و از اونجایی هم که دست بزن خیلی خوبی داشت، توی همین درگیری ها بارها و بارها المیرا رو کتک زده بود. اون موقع تقریبا مدت 1 سال بود که اونا با هم ازدواج کرده بودن و اتفاق دیگه‌ای که توی این مدت میفته این بودش که این دو نفر با تمام این مشکلاتی که با هم داشتن از هم صاحب یک فرزند هم میشن، یک فرزند پسر. و میگذره، ماها میگذره، چند سال دیگه میگذره. اون موقع المیرا میگفت توی این مدتی که با شوهرم بودم، حالا مصاحبهش رو در انتها براتون پخش میکنم، این مدت 2-3 سال برام عینهو جهنم بود، تا به اینجام رسیده بود و سعی میکردم هر طوری که شده از اون زندگی بیرون بیام و با پسرم برم یه جایی تنهایی برای خودم زندگی کنم. این آرزوی المیرا برآورده شد، اما خب
به طرز خیلی خونینی طوری برآورده شد که خودش اصلا تصورش هم نمی کرد. اون به ماموران پلیس گفتش که شخص مهاجم رو میشناسه، شخصی که شلیک کرده بود و شوهرش رو کشته بود میشناسه و اون شخص کسی نبود جز خواستگار اون در سن 15 سالگی، خواستگار اون 16 سال پیش، فردی به نام علیرضا. علیرضا حالا مردی 37 ساله بود که برای مدتی طولانی المیرا رو دوست داشت، اما به خاطر اتفاقاتی که در گذشته بینشون افتاده بود اونا نتونسته بودن به هم برسن. پلیس با مشخصاتی که از علیرضا حالا داشت، مشخصاتی که المیرا بهشون داده بود، خیلی سریع تونستن اون رو پیدا و دستگیر کنن و روز دستگیر شدنش این مرد برای خرید نون به یکی از نونوایای محلشون رفته بود که در راه برگشته به خونه ماموران پلیس ریختن سرش و همونجا دستگیرش کردن. خود علیرضا در ابتدا انتظار این رو داشت که مامورا یه روزی به سراغش بیان، چون میگم احتمال داده بود که شناسایی شده باشه، اما وقتی که ماموران پلیس بهش گفتن که اون رو به جرم قتل دارن دستگیر میکنن در یه لحظه شوکه شد. خب حالا بیاید بریم به سراغ رابطه بین علیرضا و المیرا. رابطه بین مرتضی و المیرا رو براتون تعریف کردم، گفتم که چطور همدیگر رو دیدن. مرتضی اعتیاد داشت و 3 سال از ازدواجشون گذشته بود که این اتفاق افتاد، ولی خب جریان علیرضا چی بود؟ اگر علیرضا اون رو دوست داشت، پس چرا المیرا با مرتضی ازدواج کرد؟ که اینم ماجرای بسیار شنیدنی هستش که براتون تعریف کنم. خب همونطور که گفتم خواستگاری علیرضا برمیگرده به 16 سال پیش، یعنی زمانی که خود المیرا 16 سالش بود و علیرضا 21 سالش بود، یک جوان که اونم از یک خانواده از هم پاشیده، از یک خانواده‌ای که پدرش الکلی بود، اعتیاد داشت، دست بزن داشت و حتی توی گزارش‌ها اومده که اینقدر اون پدر بچه هاش رو زده بود، همسرش رو زده بود، خواهر علیرضا، مادر علیرضا سینه هاشون، دنده های سینه هاشون شکسته بود، به ریه هاشون آسیب وارد شده بود و زمانی که پدر ول میکنه میره، علیرضا یه جورایی شده بود مرد خونه، در جایگاه پدر ایستاده بود. یه مغازه‌ای داشت که گویا توی اون مغازه کار میکرد و میتونست خرجی خونه رو به دست بیاره و کلن اهل ورزش بود، سخت‌کوش بود، پرتلاش بود. توی خانواده، توی فک و فامیل ازش به عنوان یه پسر خیلی خوب اسم میبردن و تونسته بود با همین کارهاش، با همین تلاشهاش جواب مثبت رو هم از خانواده المیرا بگیره و با اون نامزد کرده بود. اما بعد از اون یه سری از اتفاقها باعث میشه که این دو از هم جدا بشن. مثلا بعد از یه مدتی که با هم نامزد کرده بودن، یه دعوایی بین اون دوتا شکل میگیره، بین علیرضا و المیرا، و اونجا المیرا دست رد میزنه توی سینه این پسر و علیرضا هم بهش میگه که اگر بر نگردی من میرم خودم رو از بین میبرم، دست به خودکشی میزنم. این استفاده کردن از واژه خودکشی مادر علیرضا رو میترسونه، خواهرش رو میترسونه، چون تنها مرد خونه بود علیرضا و اونجا میشه که دیگه با ازدواج این دوتا، یعنی با ادامه این پروسه ازدواج مخالفت میکنن، این دو یه مقداری از هم دور میشن. اون موقع علیرضا یک مقدار از دست المیرا هم ناراحت میشه، به این دلیل که فکر میکنه اون دختر سعی نکرده بود این رابطه رو دوباره به حالت اولیه خودش برگردونه و به سراغش میره، سعی میکنه باهاش صحبت کنه، رازیش کنه که برگرده، اما المیرا قبول نکرده بود و گفته بود چه بهتر، من میرم سراغ درسم، میرم ادامه بدم، میخوام برم به دانشگاه و اینطور چیزا. و اونجا علیرضا یه سیلی میخوابونه در گوش المیرا و این خوابوندن سیلی در گوش المیرا دیگه فکر کنم خودتون بتونید حس بزنید یعنی چی. میخی بود که روی تابوت رابطه این دو شخص کوبیده شد. از اون طرف پدر المیرا با برادرش رفتن سراغ علیرضا رو گرفتن تا میخورد کتکش زدن. از اونجا به بعد مسیر زندگی این دو جوان از هم جدا میشه. علیرضا میره دانشگاه سراغ درس خودش و المیرا هم میره سراغ درس خودش. هر دو شروع کردن به درس خوندن، ولی اینجا علیرضا موفقیت‌های زیادی به دست میاره. توی نقاشی و گرافیک گویا
تونسته بود رتبه های خیلی بالایی به دست بیاره و به سمینارهای خارج از کشورم رفته بود. اما یه مشکلی داشت این پسر و اون مشکلش هم این بود، جدا از این که حالا توی زمینه درس توی دانشگاه اینا تونسته بود به موفقیت های خیلی خوبی برسه، اما این سلول های مغزش هنوز به اندازه کافی رشد نکرده بودن و توی داشتن یک رابطه احساسی با یک دختر نمیتونست تعادل رو حفظ کنه. این رو از چه نظر میگم؟ از این نظر که اون موقع، یعنی صحبت که الان دارم براتون میکنم، زمانیه که علیرضا خودش هم ازدواج کرده بود، از اون طرف المیرا هم زن مرتضی شده بود و 3 سالی از این ماجرا میگذشت، یعنی هم علیرضا متأهل بود و هم المیرا. المیرا یه روزی که توی اینستاگرام بود و داشت همینطوری بی هدف توی پیج این و اون میگشت، با نقاشیای علیرضا برخورد میکنه، با پیج اون برخورد میکنه و از این که میبینه اون پسر، یعنی حالا کسی که نامزدش بود یه زمانی حدود 16 سال پیش، به چه موفقیت هایی دست پیدا کرده، یه لحظه توی فکر فرو میره و با خودش فکر میکنه که اگر واقعا از اون جدا نشده بود میتونست چه زندگی بهتری داشته باشه. همین فکر کردن ها، همین کلنجار رفتن ها با خودش باعث میشه که بعد از 3 روز دیگه نتونه طاقت بیاره و یه پیام برای علیرضا فرستاده بود و اینجاست که علیرضا دوباره رابطه رو با اون برقرار میکنه. اونا مدتی توی کافه، رستوران، هر جایی که به هر حال موقعیتش بود، زمانش بود، همدیگر رو میدیدن و توی این رفت و آمدها المیرا از زندگیش، از بدبختیاش برای علیرضا تعریف میکنه. ما توی پرونده های جنایی به این مورد خیلی برمیخوریم. دختری که رفته سر خونه و زندگی خودش، دچار مشکل هستش، مشکلات اقتصادی، عاطفی و دوباره میره با عشق گذشتش، با دوست پسرش رابطه برقرار میکنه و دیگه نگم که بعد از اون چه اتفاقاتی میافته، اتفاقاتی که دقیقاً توی همین پرونده میافته و اینقدر با این حرفاش علیرضا رو تحریک کرده بود و بهش گفته بود که داره توی یک جهنم زندگی میکنه و واقعا خسته شده و منتظر فرصتی هستش که دست پسر 3 سالش و یا 2 سالش رو بگیر و به یه جای دیگه بره، علیرضا بهش گفته بود خیالت راحت، خودم کنارت هستم و کمکت میکنم. پیشنهاد اول علیرضا به المیرا این بودش که با مرتضی صحبت کن، راضیش کن، مجابش کن که طلاقت بده. اما المیرا میگفت که اصلا اون اهل صحبت کردن و حرف زدن و اینطور چیزا نیست. اصلا حرف زدن با این مرد عین او یاسین خوندن توی گوش خر میمونه. همینطوری گفته بود. و اونجا بهش علیرضا یه پیشنهاد دیگه میده، میگه صبر کن، من میرم با چند تا مشاور حقوقی، با وکیل صحبت میکنم ببینیم آیا واقعا راهی برای جدا شدن از مرتضی داری یا نه. و اینجاست که اونا دوباره به بنبست میخورن. مشکل این بودش که وقتی علیرضا با مشاور حقوقی صحبت کرده بود و کل جریان المیرا رو برای اونا تعریف کرده بود و گفته بود چقدر مرتضی شوهرش اون رو میزنه و واقعا هم میزده و اعتیاد داره، اصلا مرد خونه نیستش، برای پسرش پدر نیست و اینا، اما مشاور حقوقی بهش گفته بود هیچ کدوم از این دلیلات دلیل نمیشه که المیرا بتونه طلاق بگیره از شوهرش. تنها راش اینه که مرتضی اونقدر المیرا رو بزنه در حد مرگ، چند تا استخونهای بدنش رو بشکونه، اون موقع است که شاید با گرفتن وکیل و خدا تومن پول خرج کردن شما بتونید این پروسه طلاق رو پیش ببرید. اونجا دیگه کاملا ناامید میشن، به بنبست میخورن. در این حین پدر المیرا فوت کرده بود و یک مقدار پول از پدر اون به عنوان ارثیه رسیده بود به المیرا. ولی خب یه شب المیرا که خواب بود، مرتضی شوهرش میاد دستشو جوهری میکنه و میزنه پای یه برگه که حالا نمیدونم چی هستش، با اون برگه تونسته بود بره حساب همسرش رو خالی کنه و پولها رو بریزه توی حساب خودش که حالا حساب المیرا خالی باشه اگر خواست کاری کنه نتونه. اینطور میشه که دست و بال المیرا هم خالی بود، المیرایی که حالا تصمیم گرفته بود از طریق یک قاچاقچی به صورت حالا غیر قانونی یا قانونیش اون رو من دقیقا نمیدونم به خارج از کشور بره.
علی رضا میگه اگر رفتن به خارج جور شد آیا حاضر میشی با من ازدواج کنی؟ اگر جواب بله رو به من بدی منم میرم همسرم رو طلاق میدم. ببینید این پسر، رشد فکری این پسر رو بعد از 16 سال یه دختری رو، حالا عشق اولش رو دیده که خودش زندگی داره، حاضره که برای اون دختر بره زندگی خوب خودش رو فنا کنه. و واقعا جای تعجب داره وقتی آدم یه سری از جزئیات این پرونده های ایرانی رو میخونه در بهت فرو میره. اما اونجا المیرا بهش گفته بود، خیلی صادقانه هم گفته بود، گفته بوده نه، من اگر کار مهاجرتم جور بشه میخوام با پسرم برم و میخوایم دوتایی با هم خیلی راحت در آرامش زندگی کنیم و اصلا فکر ازدواج رو دیگه ندارم. و اونجا یه بار دیگه دست رد به سینه این پسر میزنه. باز هم علیرضا کوتاه نمیاد، باز هم سماجت میکنه و میگه باشه، حالا چون من دوستت دارم و عاشقت بودم و هستم، کاری میکنم به هر نحوی که شده از توی اون زندگی بیرون بیای. میگه چطور؟ میگه گوشمالیش میدم مرتضی رو، میرم انقدر میگیرم میزنمش تا به هر حال از خر شیطون بیاد پایین و تو رو طلاقت بده. المیرا میگه نه، اینم خوب نیست، برو با یکی از آشناهای ما که حالا یه مردی هستش اسمش اینجا نیومده، برو با اون یه مشورت کن ببینید اصلا دوتایی چطوری میتونید مرتضی رو مجاب کنید که این پروسه طلاق رو پیش ببره. و علیرضا هم پیش اون آشنای المیرا میره، یه مردی بودش که میگه تنها راهی که میشه مرتضی رو مجابش کرد تهدید کردنشه. اونم نه یه تهدید کردن ساده، باید به صورت خیلی جدی و خطرناک تهدیدش کرد و بهش یه تفنگ شکاری داده بود و بهش گفته بود که برو با این تفنگ به سراغ مرتضی و بگیر سمتش و بهش بگو که اگر دست از سر این زن بر نداری میکشمت. حالا این تفنگ شکاری طبق گفته اون فردی که این اسلحه رو به علیرضا داده بود فقط به درد گنجیش زدن و نمیدونم کپ زدن و اینا میخورد. علیرضا بهش گفته بود من خدمت نرفتم، بلد نیستم تفنگ دستم بگیرم، اصلا بلد نیستم چطوری گلوله رو جا بزنم. و اون مرد بهش یاد داده بود که چطوری ازش استفاده کنه و بهش گفته بود اگر حالا توی اون هنگام رخ دادن حادثه و تهدید کردن مرتضی کار به جایی رسید که احساس کرد نیاز داره شلیک کنه، شلیک کنه، خیالش راحت باشه چون اتفاقی نمیفته، این تفنگ تفنگ کپک زنیه. و در روز حادثه همونطور که براتون تعریف کردم میدونید چه اتفاقی افتاد، درگیری پیش اومده بود و علیرضا هم حالا به امید این که فقط این تفنگ زخمی میکنه و فقط میتونه با همین کارش مرتضی رو تهدید کنه، به اون چند تا دو تا گلوله شلیک کرده بود که یکی توی پهلو و یکی توی صورتش که متاسفانه بعد از خونریزی و بردنش به بیمارستان اینا اون مرد فوت کرده بود. خلاصه هر دو متهم، یعنی هم علیرضا و هم المیرا، توی بازداشت به جرم خودشون اعتراف کردن ولی خب سعی میکردن که خودشون رو بیگناه نشون بدن. مثلا المیرا میگفت که من اصلا قصد این رو نداشتم که بخوام آسیبی به شوهرم برسونم و اگر درخواستی هم از علیرضا کردم درخواستم این بوده که بره تهدیدش کنه، یه مقدار گوشمالیش بده، بترسونتش، نه اینکه بگیره بکشتش. علیرضا هم همین رو میگفت، میگفت من اصلا برای خودم زندگی خودم رو داشتم، تصمیم نداشتم مرتضی رو بکشم، فقط میخواستم به المیرا کمک کنم که از زندگی اون مرد بیاد بیرون و مقصر اصلی اون فردیه که به من تفنگ رو داده و گفته که این تفنگ فقط گنجیش میکشه. واقعا خنده داره. ولی خب توی دادگاه المیرا به جرم معاونت در قتل شوهرش به 15 سال حبس محکوم شد و علیرضا هم همونطور که انتظارش میرفت به قصاص محکوم شد و بعد از مدتی حکم قصاص هم اجرا شد. بله، دو نفر توی این پرونده به این صورت زندگیشون رو از دست دادن. خب عزیزان نظر شما چیه؟ اگر واقعا توی کشورمون قانونی وجود داشت که یکی از زوجین، مخصوصا خانوم ها، در شرایطی که حالا توی زندگی از یه موضوعی ناخوشایند هستن، آزارشون میده، اذیتشون میکنه، شوهرشون آدم بدی هست مثل مرتضی، حالا ایشون فوت کرده درست نیست که بخوایم پشت سرش صحبت کنیم، اما خب توی همچین شرایط مشابهی اگر زن قانون
این قدرت رو به زن میداد که بتونه درخواست طلاق کنه و این پروسه طلاق رو پیش ببره، آیا همچین اتفاقی میافتاد؟ مطمئنن که نه. حتما در رابطه با ویدیو امروز، پرونده امروز، برام نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که هستید، مرسی که حمایت میکنید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود. شاهد قتل. قتل چه کسی؟ همسرم. روز حادثه رو میگه با سایه ما رو تعریف میکنیم که چه اتفاقاتی افتاده؟ از شما روز حادثه رو بگیم، بعد ما میام گذشته ماجرا رو با هم میپردازیم. من صبحش کلاس بودم، بعدش بعد از ظهر با آقای اسمشو بیانو علیرضا تماس داشتیم، توی جای قرار رو داشتیم. ایشون منو با موتور جلوی من حرکت کردن، گفتن جایی که میگیم بنویس. بعد من اونجا ایستادم، ایشون منو ماشین رو پنچر کردن. بعد منتظر موندیم تا همسر من بیاد. البته من به شوهر رو تماس گرفتم، گفتن بیاد و ایشون اومدم در محل که من تو ماشین نشستم. یعنی اومدن تو ماشین هم جک رو برداشتن که برن لاستیک رو تعویض کنن. من تو ماشین نشسته بودم که صدای تقریبانن میشنیدم. بعد که پیاده شدم ایشون رو دیدم که در حال گرفتن، ایشون مثلا توفنگ گرفته بود، همسر رو خواست توفنگ ازشون بگیرم. بعد من کمک خواستم ازشون، خواستم که همسر رو رها کنن، که همون موقع مردم ماشین رو زدن کنار رو به کمک اومدن. علیرضا از در رو انداخت و فرار کرد رفت. علیرضا رو چند وقت رو میشناسی؟ من از 15-16 سال. از چه تاریخ؟ ایشون هم فامیل ما هستن، هم قبلا خب خواستگار من بودن، از حدود 70-80. علیرضا من خواستگاری و جواب اول نامزد کردیم و بعد به جدایی رسید. علتش چی بود؟ علتش خانواده ها بودن. خانواده ایشون مخالفت کرده بودن. وقتی خانواده من هم دیدن خانواده ایشون مخالفت کردن، مخالفت کردن. و من چون دیدم خانواده ها مخالفن، دیگه اصراری نداشتم. یه گفتم نه، من هم میخوام درس بخونم. بعد از چند وقت ازدواج کردیم؟ بعد از جدایی از علیرضا؟ با همسرم؟ بله. سال 92 بود یا 93 ازدواج کردیم. تحصیلات رو کنیم؟ 92 تحصیلات هم بود، دیپلم هم هنر هست. بعد از چند سال ازدواج باز علیرضا رو پیدا کردیم؟ بعد چند داری؟ بعد یه پسر دو ساله. یه پسر دو ساله. بعد از 3 سال ازدواج علیرضا رو پیدا کردی؟ از چه طریق؟ اینترنت. پس همه یه بیشتر توضیح میدی؟ از توی اینستاگرام من داشتم جواب نقاشی و گالری نقاشی سرچ میکردم که عکس ایشون رو دیدم و اینکه هنرمند شدم. خب برای من خیلی تعجب آور بود که ایشون از یه رشته دیگه بیاد توی رشته به قول معروف من و همه بتونه موفق باشه. خیلی برام جای سوال داشت که چجوری اومده توی رشته. بعد آشنا شدیم، پیداشون کردیم تو صفحه اینستاگرام، بهشون پیامک دادیم و ارتباط قدیمی شما دوباره شروع شد. بیان نه به صورت ارتباط قدیم، خب ارتباط قدیم ما نامزد بودیم، من که اینجوری نبود. خب چی شد با هم قرار ملاقات گذاشتیم؟ خب ایشون الان خواست که همدیگه هم ملاقات کنیم، الان خواست شماره رو بدم که من بعد از سه روز فکر شماره رو بهش دادم و همدیگه هم ملاقات کرد و دجا باز زندگی همون کارامون که کردیم تو این چند سال صحبت کرد. خب
شما همون دیدار اول در مورد مشکلاتتون با همسرتون صحبت کردین، دلیل خاصی داشت یا نه؟ ایشون دیدن من قیافم خیلی استرسی و خیلی ترسیده که از این پرسی، من گفتم که مثلا من از شوهر خیلی میترسم. شوهر شما دست به زندش میگه؟ بله. میشه یه کوتاه از زندگی خودتون و همسرتون که فوت کردن بگین؟ متاسفانه شوهر من از اول از اعتیاد به هروئین داشت، بعد که فرستادیمش کمپ با کمک مادرش، بعد ترک کرد هروئین رو ولی نمیتونست آروم باشه بدون قرصای متادون و ترامادون، نمیتونست آرامشش رو داشته باشه، برای همین مصرف میکرد و اگه قرصا رو نمیخورد حالت خماری و عصبانیت میگرد و اصولا من آدم نبودم که بخوام طوری همسرم بیستم یا بخوام حاضر جوابی کنم، ولی خب ایشون همیشه یه بهونه‌ای مثلا یه کار کوچیک شد میتونست گیر میداد، مثلا یه دعوا ایجاد میکرد و اگه من بخواستم حرف بزنم یا مثلا عکس العمل نشون بدم ایشون مثلا منتهی به زدن بشون. خب شما با این که اطلاع داشتین که شوهرتون حتی به اعتراض شما هم برخورد میکنه، چطور به خودتون جرأت دادین که با یه مرد غریبه صحبت کنیم و ازش درخواست کمک کنیم برای حل مشکل؟ من درخواست کمک نکردم، من ازش خواستم راهنمایی بگیرم. راهنماییتون کردن؟ من راهنماییم خیلی غلط من نمیدونم کجا. شما با شوهرتون چطور آشنا شدیم؟ شوهرم هم همسایه‌ام بود، هم دوست داشتم. روز اول نمیدونستیم که ایشون اعتیاد دارن و سابقه‌ای داشتن؟ چون پدرشون معتاد بودن و من اول تصویر سازی کردم که چون خودشون کشیدن و زج کشیده اعتیاد دارن، هیچ وقت نه در جام اعتیاد میافتن و نه کارهای دیگه. راهنمایی علیرضا من شنیدم که به شما پیشنهاد دادن که برین خارج از کشور. بله. با هم قرار بود بریم. ایشون اصرار داشتن که با هم بریم ولی من می‌خواستم تنها برم. شما می‌خواستین تنها بریم؟ بله. با چه پشتوانه مالی؟ خب اول ایشون چون گفتش که من میتونم حمایتت کنم، من گفتم شب واقعا میتونم حمایتم کنم که من با فرزندم از اینجا برم. حالا تکلیف ایشون مشخص شد دیگه خودشون میدونن، و اگه من واقعا آدم بودم که تونستم یه روزی بتونم کسی رو دوست داشته باشم، چون بهشون گفتم که من اصلا نمیتونم دیگه ازدواج کنم، اصلا دیگه روحیه‌شو نداشتم، من فقط دوست داشتم که یه روشه یه زندگی آروم رو بدون در اثر باشم. آنو نزمیرم، از علیرضا شنیدم که شما از طرف پدرتون به شما یه پول میلیونی رسیده و اون در اختیارش همسرتون قرار داده بودین و توی درد دلهایی که برای همسرتون کردین، برای علیرضا کردین، گفتین که حتی ازتون یه اثر انگوش گرفته و گفته که من این سفته از ایشون گرفتم، درسته؟ نگفتن که سفته گرفتم، من پیر یه روز صبح بلند شدم لب انگشترم یه حال انگشت شستم یه حالت چیزی هم حالت انگار که استمپ زده باشی ولی بعدش زن پاک کرده باشی. من به ایشون گفتم، ایشون گفتن حتما ازتون سخته یک چیزی گرفتم. چه دلیلی داشتی که کلن زندگیتون رو برای عریض تعریف کنه؟ راه نماییش میگه درست بود؟ نه، ولی چون که توی احساس میکنم توی کارش موفق شده فکر میکنم بتونه مثلا یه راه کار خوبی به من بده. فقط راه کار بوده یه حسی هم بهتون تشکیل شده بود؟ خب قبلا حس داشتم ولی الان انقدر تو فکر زندگی مشکلاتم بودم احساساتم بی‌فایده. راه نماییشون برای خارج کشور موثر نبود، تصمیم به قتل همسرتون گرفتین؟ تصمیم به قتل نگرفتیم، ایشون میخواستم از همسرم اول میخواستم با همسرم صحبت کنن که من بهشون گفتم که همسرم من صحبت پذیر نیست، اگر بیای صحبت کنی امکان دارم مثلا من هم بزنه بکشتم، بعد ایشون خودشون تحقیقاتی به اول آوردن و مستنداتی داشتن
که فهمیدن که این روش بیره همسر جواب نداره، یعنی شون نمیتونم باهاشون صحبت کنم. بعد گفتش که خب من خودم یه میخوام یه ذره چشمی ازش بگم، که من گفتم که لازم به این کار نیست، نمیخوام این کار کنیم، که ایشون گفتن که اگه تو هم نخواه من این کار رو میکنم، حتی شده میام تو خونه و این کار رو میکنم. این کار منظورش کشتن همسرتون بود؟ نه زر چش، حالا یه زد رو خوردی دوایی چیزی. میدونسته اسلحه هم باشه؟ نه نمیدونستم. الان خودتون تو این پرونده گناهکار میدونید یا نمیدونید؟ بله من خودم گناهکار میدونم، به خاطر اینکه من نباید اینجوری یه تصمیم احمقانه میگردم، یا حتی اصلا نباید ایشون رو ملاقات میکردم، یا حتی نباید ایشون پیامک میزدم. من باید همون روش زندگی خودم در پیش میگرفتم، الان سر خونه زندگی خودم خودتون رو بذارین جای همسر علیرضا. اگر یک خانم میومد تو زندگی همسرتون، چه برداشتی میکردین؟ چه صحبتی داشتین؟ من به خودشونم گفتم که من اصلا نمیخوام که گفتم اصلا نمیخوام با هم دیگه حرف بزنیم، چون بالاخره من خودم خیلی توانستم. گفتم من حال همسرتو درک میکنم، میفهمم اگه بفهمه یه روزی خیلی برش بد میشه، برای روحیه خودش هم بد میشه. ولی ایشون اصرار داشتن. من اصلا این باید به خدا هیچ خصومتی نداشتم، هیچ بدن کشتگی نداشتم باش. من فقط خواستم یه ذره بترسه، زندگیشون بهتر بشه، شاید اینطوری دیگه هم دیگر نزنم. آیا علیرضا شما الان به اتهام چی دستگیر شدین؟ قتل. فقط بلند تر صحبت کنیم. قتل. سابقه کیفری تا حالا داشتین؟ به هیچ حال. چند سالتونه؟ 35. ازدواج هم کردین؟ متعهد. متعهد. پرونده قتل رو بس ما میشه مختصر تعریف بکنین که چی شد؟ از کجا میگم؟ از 17 سال پیش؟ ما شنیدیم که شما 16 سال پیش خواستگار خانم المیرا بودین. میخوای از اون موقع کوتاه مختصری حرف بزنین تا ببینیم چی شد شما با خانم المیرا ازدواج نکرد؟ باشه. قبل از اون یه توضیح کوچولو باید بدم. من 12 سالم بود که پدرم ما رو ترک کرد. پدرم آدم خیلی خوبی بود، ولی یه سری دوستای ناباب داشت. بعد مشروعات الکلی مصرف میکرد و تریاک میکشید و میزد. به خاطر کتک های پدرم مادرم 13 تا عمل جراحی کرده تا زمانی که من به 20 سالگی رسیدم. ریه های مادرم داغون، الان با دستگاه نفس میکشه، تو یک ساعت بیشتر از 30 بار نفسش قطع میشه بدون دستگاه نمیتونه. ریه های خواهرام داغون، اعصابشون داغونه. البته اعصابشون که میگم داغونه، به هر حال کتک هایی که تو بچگی خورد. بعد از 12 سالگیم که پدرم ول کرد، من هم کار کردم هم درس خوندم. وقتی 20 سالم شد یه دونه توی یه مغازه لباس کار کردم، بعد کم کم یه مغازه گرفتم. توی فامیلمون تقریبا رو حساب میکردم، به این خاطر که هم پسر سالمی بودم، هم ورزش میکردم، هم سالم بودم، نه اهل بازی بودم، نه مشروب، نه سیگار، نه هیچی، فقط سرم به کارم. و اینکه چون المیرا با ما نسبت فامیلی داره، یه دو سالی بود من دوستش داشتم، میرفتم صبح از دوربین میستادم، میخواست بره مدرسه، میدیدمش، فقط من اونو میدیدم، منو نمیدید. چند سال بود اون موقع؟ اون موقع 18 سال، 18-19 سال. بعد از دو سال با خانوادم مطرح کردم، خانوادم موافق بودن. بعد با خود المیرا صحبت کردم، علتش هم که با خود المیرا صحبت کردم این بود یه روز خانمی زنگ زد مغازه، خواست با من حرف بزنه. من یه ذره چرت و پرت بهش گفتم، یعنی فوشش دادم.
یکی دو بار زنگ زد فوشش دادم، بعد بچه ها گفتم باهاش قرار بذار و زنگ بزن مثلا پلیسی چیزی اگه مزاحم. با خانمه که قرار گذاشتم پشت پردش ادمیران زنگ زد، گفتشون دوست من بوده، من ادمیران فعلا مثلا میخواست منو تست کنه ببینه من. بعد فرداش رفتم تو راه مدرسهش دیدمش، بهش گفتم با من دوست داشتم مثلا تو این دو سال هم بهت نگفته. رفت آمد خانوادگی هم خوب خیلی داشت. بعد خلاصه این شد که خودش فهمید. چند بار مثلا در مدرسهش میدیدمش در حد دیدار ساده. بعد خانواده گفتم، خانواده من موافق بودم، خانواده اونم موافق بودن، یعنی مادرش کاملا از شواهد اینطور به نظر میاد که اطلاع داشت. چند بار فقط خیلی ساده خیلی سالم هم دیگه رو دیدیم، بعد یه حلقه بردیم نشون کردیم. یه ذره تو این فاصله المیرا شلکون سفکون بازی در برده بود، من یه بار خودکشی کردم که تا دم مرگ رفتم. علت خودکشی؟ احساس میکردم مثلا المیرا دوستم نداره. بعد از اون قضیه خانواده من گفتن این دیوونه بازی ها چیه. بعد یه شب که اجازه شب پدرش گرفتم رفتیم با هم جمع کران، از جمع کران که برگشتیم خانواده من اومده بودن، مادر من بگه که آقا اینا الان نشون کمت دهی همان یه ذره به علیرضا سخت بگیر، نذار که زیاد بیاد اینجا بره. خواهر کوچیکه من یه خواستگاری داشت، من متوجه شدم که خواستگارش مشروب خوره. یه ذره با خواهر کوچیکم دعوا کردم و یه ذره من دلخور بود. از طرفی هم برادر بزرگ که المیرا یه ذره احساس خطر میکرد، به این خاطر که میدید پدر المیرا خیلی من دوست داره. احساس میکرد که الان پدر المیرا چون دنبال این بود که سهم ارثش رو از باباش بگیره بره خارج، یه بار این کارو کرده بود، رفته بود ترکیه پولا رو نابود کرده بود. دفعه دوم احساس کرد بابای المیرا مثلا بابای المیرا اصلا نمیدونست که اصلا پولی داره یا نداره، چون موقع یه قصابی داشت و یه خونه چیزی خاصی هم. بعد اونم این وسط با خواهر من با هم دیگه بحث میکنن و خلاصه گفتن همه چیز تمام، پرده رو پس دادن مثلا به هم زدن. بعد چند بار من رفتم با المیرا صحبت کردم، گفتم به المیرا بیا من درست میکنم خانواده ها رو کنم. المیرا روشن کرد، احساس هم این بود که المیرا اصلا با کسی دوسته. یه دفعه عصبانی شدم یه نزدم توی گوشش گیر، این همه ترسید، همه ترسید و که خونه عموشه با قرار گذاشتیم صحبت کنیم. باباش و داداشش ریختن سر من، حسابی من رو زدم، یعنی لباس به تنم تیکه تیکه شد. خلاصه بعد خونهشون رو از اونجا بردم و سه ماه تموم گشتم تا خونهشون رو پیدا کردم. رفتم با دست گل گفتم این بیره به خدا من دوست دارم، من بابا تو راضی می کنم، اصلا محل نده دو یه جوری من بکنم. گفت نه و برو خانوادت رو راضی کن، برو خانوادت بیار، بابا نمیذار رو من. تو من رفتم دو بار سه بار رفتم در حامزه باش، دفعه سوم باباش مگهش من این حرف را زر بکنی یک کبوتری بودن در دور دسته من در رفت، حالا ببینی رو بومه کی بشه. اما موقع داشت گوش پاک میکرد، آشکار گوش رو پرداشت پرد کرد تو صورت من، گفت گم شو بی پدر مادر. کی هستی مگه؟ گفتم فلان شده. من همون آدمی بودم که تا پنج ماه پیش رو سرم قسم میخورد. البته برادر المیرا در یه جهت دیگه هم یه ذره دست من شاکی بود، بخاطر اینکه من برادر المیرا رو یه جا پیش خودم بردم با هم سر کار، بعد متوجه شدم که یه وقتایی اونجا پول برمیداره. این موضوع رو نمیخواستم ولی مجبور شدم به المیرا گفتم. اون از این در از این جهت هم من خیلی شد. 9 سال بعد ازدواج کردم. سنه؟ 30 سال. الان 7 سال ازدواج کردم. تو کل این مدت هم درس خوندم دانشگاه، دانشجو نمونه شدم کشور، کتاب نوشتم، نمایشگاه های خارجی گذاشتم، نمایشگاه نقاشی گذاشتم، نمایشگاه گرافیک گذاشتم، سمینار برگزار کردم، بیشتر از 70 تا سمینار بر دانش آموزا گذاشتم سراسر کشور، معلم نمونه شدم کشور، پژوهشگر نمونه شدم کشور، خیلی کار کردم. بعد ازدواج کردم با خانم رحال، هم خوب بودیم هم یه جاهای اختلاف داشتیم ولی خوب زندگیمونو داشتیم. تا اینکه حدود 2 ماه پیش المیرا به من یه پیام داد، من تو پیام تو اینستاگرام دادم،
من پیام دیدم میگم خدای من چیه؟ چون صورتش یه مقدار عوض شده، ماهاشو رنگ کرده بود، بینیش عمل کرده بود، تو عکسش لنز گذاشته بود، من نشناختم اصلا. گفتم کیه که میگه تو این مدت بودم تو انقدر پیشرفت کردی؟ یه چند روز پیامش بود، بعد یه پیام دیگه دیدم، بعد جواب پیامش رو دادم، ممنون، متشکرم. شما یه زنه بودم برای که بعد اصلا خوش معرفی که بعد چطوری خوبی رو برای اینا. بعد یه پیام داد گفتم میخوای تلفنی صحبت کنی؟ گفت شماره تو بده زنگ زن. شماره رو دادم به فرداش و پس فرداش زنگ زد و حالا همه کرد و اینا. بعد گفت تو منو نفرین کردی؟ گفتم نه چطور، ولی من نفرینش کرده بودم، اشتباه بود. خب حالا همینطوری بعد یه قراری گذاشت توی ماشین هم دیگه رو دیدیم، بعد رفتیم توی کافی شاپ نشستیم با هم صحبت کردیم. از زندگیش گفت، بعد که از زندگیش گفت، گفت نفرین کردی؟ دیدم دقیقا هم نفرینی که کردم بود. آره نفرینی چه نفرینی کرده بودی؟ نفرینش کردم، گفتم که ایشالا همونطور که من به تو عشق و علاقه همون صادقانه دادم و تو لگت مام کردی، تو به یه نفر عشق و علاقه بدی که اصلا هیچی از آدمیت سرش نشه و تو رو فریب بده و تو رو مدام بزنه. این نفرینی بود که کردم و دقیقا خدا بیاموز همسرش رو یه همچین آدمی بود. دست به زن داشتن یعنی وحشتناک. ایشون معتاد به هروئین بوده و خانوادهش، حتی تمام خانوادهش هم میدونستن، تریاک میخورده، هروئین میکشیده، همه فن حرف بوده، یعنی دوز بوده، زورگیر بوده، کار قاچاق میکرده، هر نوع خلافی که فکر کنی میکرده، ولی خانوادهش اصلا هیچی نگفته بودن. همه این اتفاقات برای قبل ازدواجش بوده؟ بعد از ازدواجش هم بوده، حتی توی ازدواجش معتاد بوده باباش پول میده که جواب آزمایش ها ندن، نرم آزمایش بدن. همینطوری شما حرف الیا رو همین انقدر راحت قبول کردیم، پذیرفتیم؟ آره، چون به نظرم خیلی صادقانه صحبت میکرد. هی گفت من یک سوال پیچش کردم، یه سری سوال پیچش کردم ببینم زدان حقیزی میگه، دیدم نه. چند بار فقط همدیگر رو حضورن دیدیم، اونم در حد این که مثلا صحبت کنیم توی رستوران، یعنی هیچ رابطه خاصی، هیچ رابطه ای تأکید میکنم هیچی بینمون نه. درد دل میکرد، چند بار تلفن زد، درد دل میکرد، میگفت آره مثلا دیشب شیشه زده، اینجوری کرده، اینجوری کرده. بهش پیشنهاد کردم، گفتم که خب اگه اینطوریه جدا شو از بش، برو دستش شکایت کن، کتک میخوری، که باها کتک میزنه تو مشت، تو سر گردن میزنه، حتی شب عروسیش، دقیقا روز عروسیش امیرا متوجه میشه که این هروئین میکشه. قبلش چند ماه، 9 ماه 8 ماه عقد کرده بوده، کل این 8 ماه خونه داماد بوده، حتی 6 ماه اونجا حبس بوده، نمیذاشته این بره حتی مادرش رو ببینه، خود به کتک هم میخورده، ولی شب عروسی که میفهمه این هروئین میکشه تا صبح کتک برده. بعد خلاصه اینا رو گفت، بهش گفتم خب برو شکایت کن، گفت اصلا نمیشه، تو دفتر خاطراتم چند وقت پیش نوشتم که بعضی وقتا بد اخلاقی میکنه، دفترم رو دیده، آورده با من بحث کرده، نزدیک بود تیکه تیکم کن. خلاصه همین صحبت رو که میکرد گفتم خب میخوای برای جدایی اقدام کنی؟ گفت اونم نمیشه. من برایش مشاوره گرفتم، از کنم 6-7 وکیل مختلف رفتم صحبت کردم، زنگ زدم، حتی با یه قاضی صحبت کردم، حتی یه وکیل رو شماره‌اش گرفتم، خود امیرا باش صحبت کرد، گفتم آقا هیچ رقمه نمیشه، نه اعتیاد دلیل بر طلاقه، نه خلافکاری، نه حتی رابطه های نامشروعش، هیچ کدوم دلیل بر خلافکاری بر طلاق نیست، نهایتش اینه که بزنه چند تا استخونه اینو با هم بشکنه، این شکایت کنه، به 3-4 سال حداقل قابل کاپ بکنه، بعدش هم تا زمان نخواد نمیتونه. علیرضا چی شد بعد این همه سال؟ که شما داشت ضربه خوردی، به قول خودتون عاشقش بودی، ضربه عشق خوردی، بعد 16 سال الیلا پیداش میشه و شما تصمیم میگیری کمک کنش، کسی که نفرینش کرده بوده. به من اون موقعی که نفرینش کردم یک سال بعد نفرینم پس گرفتم، بخشیدمش، تا دلم دوستش داشتم ولی بخشیدمش. منتها وقتی که تمام قضایی رو برای من تعریف کرد، من دیدم خدا بیامرز کسی که هم با نقش و کرک اومده جلو، همین که چون کسی جلوش نایستاده، یعنی کسی نیست جلوش وایسته، برادر المیرا که اون برادرش که اون موقع منو زد،
اون خارج از ایرانه و نمیتونه برگرده ایران. بله اگه اون بود حتما جلوی اینو میگرفت. این برادری که اینجا داره که اصلا نمیشه روش حساب کرد. شما این وسط چه نقشی داشتی؟ من فقط خواستم کمک کنم. فقط خواستم کمک کنم. به عنوان چه کسی؟ به عنوان یک کسی که حالا قبلا یه نامزدش بوده و به عنوان یک کسی که این الان بهش پناه آورده. خب این اتفاق باعث نمیشد که حالا تو زندگی اختلاف پیش بیاد بین خودت و خانواده. نمیخواستم کاری بکنم که حتی من یه دفعه البته بهش گفتم گفتم میخوای جداشی بعد ازدواج کنی با من؟ گفت نه من نمیخوام ازدواج کنم دیگه و اینا. گفتم خب هیچ اشکالی نداره. بعد گفت آخه من بخوام جداشم چی؟ گفتم چی میشه؟ گفتم جدا اگه خواستی بشی من کمکت میکنم، بعدم برای نگهداری بچت بهت کمک میکنم، نگران نباش. کمکت به چه نحوی بود؟ همون فعلا مشاوره ها رو گرفتم براش. بی نتیجه شد بعد؟ بی نتیجه شد. بعد این آقای گفتش که من یه دوستی دارم اینو بهت معرفی میکنم میتونه کمکت کنه. به اون دوستش زنگ زدم گفتش که خب این طرف چجوریه؟ گفتم آره اینجوری اینجوری مشخصات ظاهریشو خواست کنم اینجوری. گفتم آره. گفتش که خب تو میتونی این که داری میگی اینو بترسونش. گفتم یعنی چی؟ گفت خب این آدم که تو داری میگی چون قبل کسی جلو دارش نبوده خیلی فکر میکنه که میتونه بتازونه و واقعا هم همینطوری بود، یعنی خیلی بد میتازونه. علیرضا اگر خودت بذار جای اون مرد، یکی بیاد بخواد شما رو بترسونه، اختلافت با همسرت بیشتر نمیشه؟ چرا، من فقط میخواستم، نمیخواستم اونجوری چیز کنم، میخواستم فقط بهش بگم آقا جان من به امیرا بارها گفتم بخواد من برم باهاش حرف بزنم، من باید صحبت. نه اصلا بحث شما رو نمیگم، بسید میگم این اتفاق میافتاد. خب من جلوش میستدی، خب میفهمید یه تهدیدی از طرف خانمش. نه نمیخواستم تهدید اونجوری کنم، میخواستم مثلا یه جوری تهدیدش کنم بگم که مثلا چون من متوجه شدم این بابت خلافایی که میکرده قبلا و یه سیام که الان داشته از خانه اصلا بیرون نمیومد، یعنی خیلی کم خونه بیرون میومد، روزایی که میرفت به باشگاه یا حتی به هوای باشگاه خیلی جاهای دیگه میرفت و همیشه یکی دو نفر باهاش بودن. بعد گفتم میخوام من بنرا گفت نه، گفتم من میام جلو باهاش میگم آقا دوست من یه دست بیا با هم صحبت کنی. گفت نه دوستش میزنن کاری میکنن خودش نمیدونم فلان میزنه میکشه. گفتم هر اصلا تو سرش نمی خدا خب اصلا اینو مثلا میرم باش تشت صحبت کنم. یکی الان بیاد با شما صحبت کنه از طرف خانمت به عنوان یه مرد، شما غیرتی نمیشی؟ چرا، ولی خب گفتم که توضیح میدم برای شما. من مثلا شما هر چقدر اون طرف به شما توضیح بده که من با خانمت هیچ نسبتی ندارم، فقط بحث کمک که شما باور میکنی که یه مرد من خیلی خودم بوده آقا رو باور میکردم چون یه همچین مسئله برای من خودم پیش اومد من باور کردم. بعد گفتم که خیلی خوب، گفتم من میرم باهاش صحبت میکنم. این آقا گفتم میخوام برم باهاش صحبت کنم. گفت مثلا پس با یه شوکری چیزی برو. بعد که مشخصات اینو دادم گفتم این اصلا شوکر به این جواب نمیده، تا تو بخوای تکون بخوری این میزنه تیک پاره. خلاصه اینقدر گفتم آخر سر این نون رو گذاشتم تو دامن ما. گفتم با یه اسلحه بترسونش. گفتم آقا من تا حالا نه سربازی رفتم نه چیزی بلد نیستم، تا حالا اصلا تو عمرم تفنگ ساچمه ای هم دستم نگرفتم، حتی تو شهربازی این تفنگ دیزلی هم دستم نگرفتم آب میپاشه. برگشتم گفتم نه چیزی نیست، این تفنگ دیگه نمیدونم خوبه فلانه. گفتم آقا خوب بودن بد بودن شما کی پیشنهاد داد بهت؟ همین کسی که تفنگ گرفت داد. گفت از کجا میشناختیشون؟ اون آقا یه نفر معرفی کرد. این همون آقا معرف شده است؟ آره یه نفر معرفی کرد. بعد اونم اینو اصلاحه چی بود؟ اصلاحه یه تفنگ شکاری بود. بهش گفتم آقا تفنگ شکاری بود، ببین این تفنگ شکاریه، حتی تو موبایلش یه عالم عکس نشونه من داد، گفتم این گلوله هاشه، خورده تو صورت طرف نمارده. گفتم آقا من تیراندازی بلد نیستم، من میخوام در مورد نهایتا میخوام یه دو تا بزنم باهاش حرف بزنم، من یه چیز کرد یکی دو تا بزنم کنار پاش بترسه، نمیخوام اتفاقی براش بیفته، نمیخوام بگیره، هیچیش نمیخوام بشه. پولی هم بابت تهیه اسلحه بهش دادی؟ آره 5 میلیون گرفت ازم. گفتش که خب اگه میخوای چیزیش نشه فشنگاش کم گیر میاد فلان و اینا. بعد اون فشنگا نهایتش بتونه زخمی بکنه مرغ و کپکه، مرغ و کپ رو میکشه.
آدم رو خطم نمیدازه. امروز با الیا حتی امروز بگم امروز دمش با الیا که صحبت میکردم الیا متوجه شده بود که این پول داره و نمیده به الیا. از موقع ازدواجش این همیشه میگفت من پول ندارم و خرج خونه رو از الیا میگرفته. میگه الیا کار میکرده؟ نه الیا پول پدرش دستش بوده، این زور میکنه المیرا رو که اون پولو بذاره تو حساب خودش. بعد میگفته اجاره باباتینا رو، اجاره خونه باباتینا رو دو ماه دو ماه مثلا نده نده بدش که اصلا این پولو بپوچینیم واسه خودم. حتی یه دفعه المیرا که خواب بوده وقتی از خواب بیدار میشه میبینه انگشتش استامپیه از المیرا سفته گرفته بوده تو خواب، کارت ملیناش هم برداشته بوده که بعد همه جا جار زده بوده من صد نمیدونم چند میلیون پول دادم به المیرا که دقیقاً همون میزانی که پول پدرش تو حساب المیرا بوده که المیرا آرایشگاه بزنه اینا رو فلان کنه، در صورتی که اصلا چنین پولی نداده بوده. خب علی رضا روز حادثه رو نقشه هر کی کشیدی؟ نقشه ای نداشتم. روز قبلش المیرا گفتش که من متوجه شدم این به من دروغ میگه و پول داره و من از این پوله یه مقدارش رو برداشتم. بهش گفتم این پول رو سر چشم میاد دعوت میکنه میزنه تا گفت نه این بعد هرچی بهش گفتم گفت به جون المیرا به مرگ المیرا ندارم بدبختم پول ندارم پولم کجا بود. فرداش متوجه شده بود که المیرا پول رو برداشته. بهش گفتم که این امروز میزنه تو رو میگه چون واقعا تعادل نداشت، یعنی مثلا وقتی حمله میکرد میزد به قصد کشت میزد. حتی بارا به المیرا گفته بود تو زیاد ور بزنی همینجا میزنم میکشم تو خونم اونم چالت میکنم نهایتش بابام پول داره دیت رو میده. یعنی حرف بوده که بارها زده بوده. خب همه حرفا تحت تاثیر قرار گرفتی و تصمیم گرفتی که اون شب بترسونم بترسونش فقط بترسونم. چطور نقشه رو کشیدی؟ آیا نقشه ای بود یا نه نبود؟ نه نقشه ای نبود. من دیدم تا غروب طول کشیده المیرا سمت شهر تهران. بهش گفتم خب بیا از آزادگان برو. بعد توی آزادگان رفتیم گفتم بیا تا یه جایی من بهت میگم. رفتیم چون آزادگان یه قسمت شلوغه. با هم بودیم؟ نه با هم نبودیم. بهش زنگ زدم گفتم بیاد توی اتوبان افسریه بعد ما میایم دنبال. من توی اتوبان افسریه من اسلحه رو برداشتم. اسلحه هم همونطوری که اون طرف به من تحویل داده بود، یعنی حتی فشنگ گذاری اسلحه رو من بلد نبودم. یه بار به باش ور رفتم دو تا فشنگ جا بزنم نتونستم خود اون طرف فشنگ باشم حتی جا زد و به همینطوری بسته بندی کرد گفت این حملش راحته. گفتم باش. بهشم تأکید کردم آقا این فشنگ رو گفت آقا هیچی نمیشه. گفتم خیلی رفتیم المیرا آمد دنباله المیرا آمد ما جلو رفتیم با موتور اون پشتمون اومد. ما یعنی کی؟ من یه شاگردم بهش گفتم بیام بریم یه جا تو با موتور منتظر من بایستا من یه کاری دارم. به اون بنده خدا اصلا نگفتم که من چی کار میخوام بکنم، اونم روحش خبر نداشت. بعد اونو با موتور بردم دور از این واقعه وایسوندم. بهش گفتم اون وقتر وایسه نگاه کردم دم خروجی داره. بهش گفتم همینجا وایسه که جا مثلا مناسب باشه. قصدم آخه این نبود که من طرف رو بکشمش که. قصدم این بود بترسونمش. گفتم تو آزادگانه شلوغم هست. من یه دسته اینو میترسونم میرم. نمیخواستم اونو بزنم. اصلا قصد زدن اینو نداشتم. بعد به المیرا گفتم که ماشین تو پنچر کن. میخ دادم پنچر کرد پنچر نشد من بادش خالی کردم. گفتم حالا زنگ بزن اون بیاد دنباله. بعد زنگ زد گفتش که خیلی عصبانی بود گفته بود پول میوزی همین هم هست. گفتم چرا بهت گفتم اون پول رو برمیدار. بعد وایسادم این که اومد من اومدم پایین یه لحظه دیدم این رفت سمت المیرا. خوب نتونستم ببینم. گفتم هم قبلا مقتول با ماشین بود یا با موتور؟ با ماشین رفت تو ماشین المیرا نشست رفت سمت المیرا. چون المیرا برام تعریف کرده بود که بارها این توی ماشین سر المیرا رو کوبیده به شیشه. گفتم این دادین داره اینو میزنه. وایسادم اون ماشین که پیاده شد اومدم رفتم سمتش چون قبلا منو دیده بود دو سه بار فکر کنم منو دیده بود. کجا دیده بوده؟ تعقیبش میکردم. رفتم سمتش یهو منو دید یه لحظه اومد بیاد سمت من این چیزه که دستم بود سرشم رو به پایین بود اینطوری بود. یعنی اینا اینطوری بود نه اینطوری بود این صافه یه ذره رو پایین اسلحه من اصلا باور کن فتا فکر نمی کنم ماشره چکونده باشم. یوه دارم یه تیر خورد یه تیر که خود یوه پرید یه قدم رفتم عقب ایشون روبروی من اگه بود اسلحه این بری شد
یعنی یه قدر شدم عقب اصلا رو گرفتم این ولی دوباره یکی دیگه رفت که این اصلا بهش نخورد، یعنی این ور بود اصلا. بعد پرید همینطوری لوله اصلا رو گرفت کشید خورد خودش زمین. من هر کاری کردم لوله اصلا رو دستش در بیارم نشد، این ولی کردم اون ولی کردم نشد، چهار پنج تا موش زد تو پای من فوش داد. من بهش گفتم تو وحشی هستی وحشی گیری نکن. بعد یهو ماشین اومد من اصلا رو ول کردم در رفتم. اینجا یه شلوارش دیدم خونی شد، یعنی من اصلا نمیخواستم بهش بزنم، من خواستم بزنم بغلش. یه لحظه ترسیدم. دیروز که تو دادسرا رفتم اون آقایی که اونجا بود بازپرس بود نمیدونم چی بود، اون گفت این اسلحه که بهت داده نمیدونم چی بوده تمام اتوماته، یعنی به ماشش اشاره بشه تیراش همه با هم میره. در صورتی که من اصلا قصد نداشتم نه این بند خدا رو بکشم نه زخمش کنم، من فقط واسم یکی دوتا بزنم کنار باش برم باش حرف بزنم یکی دوتا بزنم. میرا صحنه رو دید؟ تو ماشین بود احتمالا دید. بعد چی شد فرار کردی؟ بعد که ماشین پیاده شد میگم دوتا ماشین یه ماشین من فرار کردم. شما هیچ تیراندازی به سمت صورت مقتول نکردید؟ نه اصلا خدا میدونه تیراندازی نکردم. من این میگم این اصلا یکی اینطوری بود اصلا نمیدونم. من این آقایی که بازپرس بود گفت به این گلوله وقتی که بیرون میاد این اینجوری پخش میشه. گفتم به خدا اینا رو به من نگفت، به من بزنی کنار پاش هیچیش نمیشه. عرض فرار کردی؟ کی فهمیدی که همسر رو فوت کرده؟ من اصلا نمیدونستم فوت کرده. من اومدم خونه لباسم عوض کردم پشتم رفتم شاپ بندازیم، رفتم اونجا زیارت کردم دعا کردم که چون خون دیدم ترسیدم گفتم خدا این یه وقت طولش نشده باشه. فردا صبحش بخواستم برم نون بگیرم که معمولا من هم یه دستام گرفتم گفتم باشه باشه چون گفتم احتمالا بابت تیراندازی ایشان. بعد اومدم خودم سوار شدم تو اداره آقا من گفتش که بعد اینکه بازجویش تموم شد گفت فوت کرده. من فکرم سر به سرم داره میذاره اما تو پاش خورده مگه میشه فوت کرده باشه. بعد دیروز که تو دادسرا گفتم فوت کرده. الان چه حسی داری عزیز؟ در ما نکردم آزم بهش که نرسیده دست ما به جز قلمه نکاشی که آنه چیزی دستش نگرده اصلا جوانم آنه بایی بابنده همه که نگه مادر شدم. فکر میکردی کمک رسانی به المیرا باعث این بشه که نه به خدا آنه این باقل باشه این کار نمیکردم به خدا اصلا دستم این نمون خدا شاهده. الان یه جورایی به امیره کمک کردی؟ الان خدا خودش شاهده من اصلا این باید خدا هیچ خصومتی نداشتم، هیچ پدر کشتگی نداشتم باش. من فقط خواستم یه ذره بترسه زندگیشون بهتر بشه، شاید اینطوری دیگه هم دیگه هم نزنم، شاید تو دیگه کتایی نخوره. یه نصیحت کن بسه آدم هایی که مثل خودت میخوان کمک کنن به افراد دیگر برای نکنیم آمان نکنیم دخالت نکنیم